در خلال جنگ جهانی دوم کشورهای درگیر این جنگ برای اولین بار بود که به فکر آموزش و تربیت یک نیروی حرفه‌ای تر افتادند. هدف از ساخت این نیروها به دست آوردن برتری نسبی در پشت میادین جنگ بود. نیروهایی که قابلیت انجام تمامی عملیاتهای رزمی را داشتند و میتونستند به عمق خاک دشمن برای انجام عملیاتهای خرابکاری، تخریب و ترور نفوذ کرده و دفاع از مناطق مهم و اسکورت اشخاص حیاتی بخشی کوچکی از دیگر وظایف این نیروها بود. در این حال این آموزش های ویژه و تجهیزات پیشرفته تر منجر به تعداد کمتر و البته هزینه بسیار بالاتر می شد. کشورها سعی بر این دارند که با تجهیز این نیروها و ادوات پیشرفته این کمبود نیروی انسانی رو جبران کنند. همچنین از طرف دیگه مهارت بالای نیروهای ویژه باعث شده تا همیشه در اول لیست بلند بالای دریافت تجهیزات بهتر و بروزتر باشند. ایران نیز از حیث داشتن نیروهای ویژه جز کشورهای مشهور محسوب میشه و قدمت نیروهای ویژه در ایران به سالیان دراز برمیگرده. در این برنامه به سراغ پنج نیروی ویژه ایران رفتیم. شماره یک کلاه سبزها شاید بشه گفت که زبده ترین نیروی زمینی ارتش در ایران نیروهای نوهت هستند که زمان تأسیس و فعالیت این نیروها در قالب تیپ 23 نیروهای ویژه هوابرد به زمان حکومت پهلوی برمیگرده. در اون زمان سرلشکر منوچهر خسروداد یکی از فرماندهان وقت نیروی زمینی شاهنشاهی دستور ایجاد یک تیپ زبده از نیروهای ویژه رو داد که با استعداد سه گردان کماکان تا سالهای بعد از جنگ به فعالیت خود ادامه داد. در دهه هفتاد تیپ 65 نوهد به دستور فرماندهی کل قوا به ساختاری مجزا ارتقا یافت و امروزه نیز با همین نام شناخته میشه. اکثر عملیات های نوهد به صورت مخفیانه انجام میشه و حتی در زمان جنگ تحمیلی هم خیلی کم پیش می اومد تا به صورت کلاسیک وارد درگیری با ارتش بس بشن این نیروها در اوایل انقلاب نقش مهمی در مبارزه با گروه های طلب شمال غرب داشتن و در زمان جنگ تحمیلی نیز عمدتا عملیات های برون مرزی داخل خاک عراق بر عهده همین نیروها بود اعضای تیپ 65 باید آموزش های مختلفی رو طی کرده و برای ورود به این تیپ باید از شرایط خاص و دشواری عبور کنند نیروهای نوه توانایی انجام عملیات در تمامی محیط ها از مناطق جنگلی و کوهستانی بیابانهای گرم و خشک و محیط دریایی رو دارند تخصص اصلی این نیروها نیز تکتیراندازی حرفه‌ای تخریب تهاجمی، عملیات هوابرد، چتربازی سطح ویژه، رهاسازی گروگان، واکنش سریع، جنگ های چریکی و پارتیزانی، معمولیت های برون و ضد تروریسم. گفتنید که تیم حفاظت فرماندهان ارتش اختصاصا از اعضای این تیپ انتخاب میشن در سال 95 نیروهای نوحد با حضور مستقیم در سوریه از یک حمله گسترده تروریست ها به حلب جلوگیری کردند که باعث شد تا 200 نفر از نیروهای داعش به حلاکت برسند و تعدادی تانک و نفربر زرهی متعلق به جبهه نصره نیز در این درگیری منهدم شد در مقابل تنها حدود چهار تن از نیروهای ایرانی در این درگیری به شهادت رسیدند همچنین از افراد سرشناس نوهد میشه به شهید آبشناسان اشاره کرد که به اون لقب شیر صحرا رو به دلیل اقدامات ارزنده این فرمانده در زمان جنگ اختصاص دادن. شماره دو سابرین نیروهای ویژه سابرین به مجموعی از گردانهای تکاوری نیروی زمینی سپاه گفته میشه که به منظور انجام عملیاتهای ویژه تشکیل شده و به طور دقیقتر این تیپ در سال 79 توسط سردار محمدعلی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران تشکیل شد. در ابتدا آموزش این نیروها توسط نیروهای نوعد انجام میشد و پس از اتمام آموزش اولین یگان از نیروهای صابرین آموزش سایر نیروها به سپاه واگذار شد فلسفه ی نام سابرین از آیه 65 سوره انفال گرفته شده که اشاره به پیروزی تعداد کم مؤمنان در برابر تعداد زیادی از کفار داره اعضای سابرین از میان داوطلبان کادر سپاه و پس از گذروندن تست های قدرت هوش و روان انتخاب میشن از جمله این دوره ها میشه به راهپیمایی مداوم 54 کیلومتری با تجهیزات سود 4 کیلومتری 300 کیلومتر جنگل نوردی 500 کیلومتر کویرنوردی نوردی و 1.5 کیلومتر صخره نوردی اشاره کرده همچنین این یگان تمرکز ویژه‌ای روی تربیت تکتیرانداز داره نیروهای صابرین سپاه تا کنون در جنگ با گروه های تروریستی همچون جیش و, و داعش حضور داشتند و همچنین در دهه 80 با گروه های طلب کردستان مبارزه کردند از تجهیزات این نیروها اطلاعات چندانی در دسترس نیست اما میشه گفت که بالگردهای های میل 17 سپاه در کنار هواپیماهای ترابری این نیرو در اختیار نیروهای سابرین قرار گرفته و همچنین نیروهای سابرین برای دریافت تجهیزات مناسب همانند سایر نیروهای ویژه در اولویت قرار دارند. شماره 3 SBS تکاوران دریایی یا اس ارتش که به کلاه سبزهای نیروی دریایی معروفند جز قوی ترین نیروهای ویژه کشور از نظر آموزش های رزمی محسوب میشند. دوره تکاور زمینی نیروی زمینی الگو گرفته از یگانهای تکاوری آمریکاست و دوره تکاوری دریایی ارتش بر اساس عملیات ویژه انگلیس تشکیل شده اعضای این واحد در رسته تفنگدار دریایی در دانشگاه دریایی نوشهر مسیر خود را آغاز می‌کنند و عده محدودی با میل خود وارد دوره تکاور دریایی میشن. از بین بیش از 200 نفر کسانی که هر سال خواهان ورود به دوره تکاوری هستند شاید کمتر از ده نفر میتونن وارد این دوره بشن در دوره تکاوری به جز فشارهای جسمانی و آموزشهای تئوریک فشارهای روانی مصنوعی هم تحمیل میشه تا فرد در شرایط واقعی قرار بگیره این افراد به مدت 6 ماه 24 ساعت آموزش میبینن و با پایان دوره به عنوان تکاور کلاه سبزی شناخته میشن یک کلاه سبز دریایی باید هر سه ماه آزمونی در حوزه قواسی، چتربازی، دانش نظامی، تست ورزشی و چکاپ پزشکی انجام بده و هر کسی که امتیاز لازم رو کسب نکنه دیگه نمیتونه تکاور باشه مرحله بعد از تکاوری اس, اس نام داره از میان کسانی که تکاور شدن عده محدودی به عنوان اس بی اس داوطلب میشن این دوره آموزش های بسیار سختری داره که عمدتا بر محور قواسی در عمق و عملیات های شناسایی برون مرزی تمرکز داره این نیروها در چهار تیپ دریایی و یک گردان سازماندهی شدن و پیکره عملیاتی اونها عمدتا خلیج فارس دریای عمان و دریای کاسپیانه برجسته ترین واحد تفنگداران دریایی مربوط به گردان تکاوران دریایی بوشهره که در زمان جنگ تحمیلی هم نقش آفرینی مهمی در حفظ خورم شهر در برابر ارتش عراق ایفا کرد. شماره چهار SNSF نیروهای ویژه دریایی سپاه یا سپاه نیوی اسپیشال فورسز که به اختصار به اونها SNSF گفته میشه یکی از یگانهای ویژه زیرمجموعه نیروی دریایی سپاه که در پیکره خلیج فارس و دریای مکران و یا خارج از آبهای سرزمینی به انجام عملیات میپردازند دلیل استفاده از عبارت SNSF و نامگذاری این واحد به زبان انگلیسی به حضور این نیروها در آبهای بین‌المللی و برخورد روزانه با کشتیهای خارجی برمیگرده این یگان در سال 86 به دستور فرماندهی کل قوا و به همت شهید محمد ناظری تشکیل شد و در سال 95 به تیپ ارتقا یافت مقر اصلی این نیروها در جزیره فارور واقع در خلیج فارس افراد این تیپ آموزش های لازم در محیط های دریایی همچون حفاظت از شناورها و یا تسخیر اونها و یا مقابله با دزدان دریایی در کنار طیف گسترده از سایر آموزش های رزمی رو فرا می گیرن. همچنین لازم به ذکر که این نیروها از تجهیزات دریایی و هوایی همچون قایق های و بالگرد های میل 17 در کنار سایر تجهیزات سبکتر بهره از عملیات های معروف این نیروها میشه به دستگیری کماندوهای آمریکایی در خلیج فارس عملیات علیه نفتکش های مختلف و دستگیری ملوانان انگلیسی در سال 2007 اشاره کرد. شماره 5 اغرب های سیاه تیپ 55 هوابرد یکی دیگه از تیپ های ویژه ارتشه که در سال 42 و در زمان حکومت پهلوی با نام تیپ 25 شاهین تشکیل شد و به دلیل اقدامات این تیپ به اونها لقب اغرب های سیاه رو دادن. تیپ 55 در جنگ با عراق بسیار فعال بود به طوری که این تیپ به تنهایی حدود 2350 شهید و بیش از 1000 اسیر و 12700 جانباز رو به خود اختصاص داده. کلاه مشکی های ارتش در جنگ با داعش حضور مستقیمی داشتند و همچنین در 8 عملیات بزرگ ارتش ایران در زمان جنگ با عراق حضور مستمر داشتند. ناگفته نمونه که نیروهای این تیپ جز اولین نیروهایی بودند که در عملیات آزادسازی خرمشهر به دروازه های ورودی این شهر رسیدند. <applause> تیپ 55 هوابرد مسئول آموزش و تربیت اکثر نیروهای هوابرد کشور و قرارگاه مرکزی این تیپ در شهر شیراز قرار داره این تیپ جزء معدود نیروهایی است که هر ساله برای انجام چسبازی در رژه 29 فروردین به تهران منتقل میشن